مگس بازی سه نفر میتونم. سلام، اینجا پلک 70ه. من رضام. منم بهنامم و این قسمت 4ممونه. یه دوست عزیزی برگشت گفتش که ما موضوع هر قسمت رو نمیگیم اولش. این قسمت راجع به بازیه. مکس دراماتیک. بسیار خوب. خب ما یه سری بازیای زیادی رو همیشه تو خونه ما انجام میدیم. یکی از اونا همین خوب بازیه. اینطوریه که هر کی میگه خوب همه میزنن رو پاشو. چرا اصلا این ساخته شده که نگیم خوب؟ چرا؟ چون وقتی ما داریم بده ضبط میکنیم اپیزود رو هی میخوایم زمان بخریم، چون که ما فکر میکنیم که شماها قراره که یک تیک ببینید ولی در آخرش قراره که همه اینت خورد خورد شه و به زمان نظر شما برسه. و تازه شما هم یه تک نبینید، برید دستشویی، برید سر کار، برگردید شرحه کنید ویدیو رو. 15 دقیقه است. 15 دقیقه است و شما نمیشین یه 15 دقیقه رو ببینید؟ تازه کمتره، خیلی کمتره. رضا الان اگه سابسکرایب رو بگی فکر کنم سابسکرایب کنم. سابسکرایب کنید، لایک بزنید، کامنت بذارید. هیچ کس در مقر من زنده نخواهد بود، حتی پادشاه عنکبوت ها. بازی فقط در اوقات فراغته؟ نه، ولی اوقات فراغت فقط واسه بازیه. الان بعد این شو من تو برنامه همون چیه؟ بازی. چه بازی؟ هاتس. چون سلطان دوتا نمیان ما هاتس میزنیم، چون من هاتس میرم. بازی تک نفری میشه؟ ممکنه یه بازی بتونه تک نفری به یه نفر حال بده، ولی بازی ممکنه. نمیتونم ادامهش بدم مثلا بگم که بازی فقط غیر تک نفری جب. تعریف مثلا تو بچگی ها ما مثلا دو تا چیزا رو برمی‌داریم با هم یه بازی می‌بینیمشون، ما برای این داستان درست می‌کنیم، این داستان رو درست می‌کنیم، بعد باشون بازی می‌کنیم. نه، همش خودش تجربه است. رضا جون قربونت برم، بیا ترک نفره با هم تو بازی کن. تو مگالودون اموند اف دی تایم یو سان اف ا بیچ آی کیل یو آی فایت ویت یو. The winner is Megalodon. Megalodon wins. فقط میتونم ازت یه خواهش داشته باشم. چه خواهشی؟ به پادشاه زیر زمین بگو به ما کمک کنه. اون به شماها کمک نمی کنه، اون مدت هاست که ما رو فراموش کرده. اگه تو بگی حتما این کارو می کنه، من همه ی تلاشم رو می کنم، اما واقعا بعیده.
از من چی میخوای؟ بگو ببینم. بازم اومدین اینجا تا بهتون کمک کنم. آره؟ آره؟ بله قربان، شما پادشاه زیر زمین هستید، شما سلطانید، ما هیچ کدوممون توانایی بگو ببینم چی میخوای؟ هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. مطمئنیم که بازم غول بزرگ سلطان، فقط یک سلطان وجود داره و اونم جلوی توه. ازتون میخوام که بهم کمک کنید. بهت کمک میکنم فقط برای اینکه بدونی همیشه یک سلطان وجود داره. ممنونم، متشکرم، ممنون. بلند شو، اینطوری زانو نزن. تو یک قهرمان بودی. میرم به مقره غول گنده. میزو خالی کنید، ماشین بازی کنید. قوانین مسابقه اینه، هر کی بتونه ماشین اون یکی رو از روی میز پرت کنه پایین و هر کی زودتر به سه برسه. این نمیتونه برده تونست. خب الان این ممکنه رد شه و خودش پرت شه. میبازی دیگه، گل به خودی زدی. چقدر جان حالت. رضا خیلی تجربه داره تو این بازی. یک دو فایت. یو 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 یو. یک دو سه. او یو من شی کامارو. یک دو سه. What's yeah, she? Yeah. What's she? That still only counts as one. Yek, yek, yek. Do, 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 do. Se. Se. Se do dige. Se do dige. Se do. اتا ماشین تو واقعا بدتر بود. باشه، من فقط ماشینم خوب. شما همه تو بازی بهتر از من. من آنالیزورم، گیمر خوبی نیستم من. نه، تو گیمر خوبی هست. جنس تو منم بخورم حالا دوست تو شو نیستم، ولی دلم که پول میده کوکاکولا واسه این تبلیغ. نمیدونم، ولی ببینه سابسکرایب میکنه و کامنت میذاره. سلطان به سمت غول حرکت کرد تا یک بار دیگه به همه ثابت کنه پادشاه دنیای زیر زمین چه کسیه. بازی به مسابقه آموزش یه بحث خیلی گنده ایه که من فکر کنم به یکی از دوستان بگم که بیاد برامون یکم راجع بهش صحبت کنه. بحث این نیست که تو بخوای که از بازی کردن یاد بگیری، بلکه بحث اینه که برای انسان اصلا این یک معقول است کلا بازی کردن و یاد گرفتن. و حالا یک دوستی دارم که توی حوزه کودک کار میکنه و میاد براتون صحبت میکنه. یه قسمت خواهیم داد راجع بهش. شما خودتون جرزنی میکنید تو بازی یا نه؟ من یادم نمیاد باری که تا حالا تو بازی جرزنی کرده باشم. من جرزنی نمی کنم و با جرزنها بازی نمی کنم. اگه بازی کنم سعی می کنم یک جای دیگه ای که جدا از بازیه اونا رو به صورت فیزیکی یا به صورت ذهنی اذیت کنم. باید می خواهم من دوتا کاراکتر غیر جذابیم، چون این که نمی کنیم این کار. اگه یه آدمه دسته بود اینجا که جرزن بود، لاشی بود، هم شما سابسکرایب کرده بودی. سه تا آدم چه بازیه می تونم بکنم؟ اول چیزی کارهای که حالا واقعا ما چه بازی با هم میکنم؟ خوب چیزایی که میشه سه نفر بازی کنن خیلی زیاده. هات اور همه چی هست. مثلا امانگاس، مثلا همه چی هست. فیفا میتونیم ساعت ها بشینیم و دو سه نفر بازی. من با دو نفر دیگه بازی کنم. هی شما تعویض شید یعنی. مثلا این کاری که ما داریم میکنیم خودش بازی دیگه، مثلا یعنی شو گرفتن برای ما یه جور. آره دیگه، کار اصلی که نیست. خیلی بازی میشه کردم چون گفتم حالا بخوایم بازی های فیزیکال باشه این یه بر ماجراست، و حالا اگه بازی های مثلا مثل جرأت حقیقت باشه این یه بر ماجراست. این که تو بتونی توی جرأت حقیقت انقدر سوال بپرسی و انقدر سوال طرح
کنی که مثلا ما الان چند بار بازی کردیم جو در حقیقت، من حداقل 20 بارشو نقد یادمه، خیلی بیشتر، یک دوم شبایی که پیش هم بودیم و حداقل در حقیقت بازی کردیم. همین انقدر ما رو به شناخت خوبی رسون که تصمیم گرفتیم مثلا هم خونش جو در حقیقت ما بازی می‌کنیم. یه فرق ریزی داره، یه سری فرق، و یکی از نکاتش مثلا اینه که ما بخش جرأت حذف کردیم، شاید بنظرتون جذاب نباشه، ولی خب اون جو در حقیقت شما بازی می‌کنید اهداف دیگه‌ای رو داره دنبال می‌کنه و ما قالبش هم عوض می‌کنیم، یعنی اینکه مرحله میذاریم برای قضیه و این مرحله ها همجوری میرن جلوتر، خیلی بالاتر میشه. مثلا یه مرحلهش اینه که یه نفر یه دقیقه حرف بزنه، نظر تئاتر اومده، یکی دیگه مثلا اینه که یه نفر رو میذاریم و همه شروع میکنن ازش سوال پرسیدن و اون باید خیلی کوتاه و سریع جوابا رو بده. مثلا اینه که موضوع جذابتر میکنیم، هی آپشن های مختلفتری براش میذاریم و همه اینها برای اینه که بهتر هم رو بشناسیم. نه همه اینها برای تئاتر اشتباهه. جو در حقیقت از دست بازی آیس بریکینگ محسوب میشه دیگه، بازی یخ شکن. آخر شما وقتی که انگلیسی صحبت کنیم پس میکنم بیشتر دستتون میره به سابسکرایب. تو کسی هستی که فکر میکنی پادشاه شدی؟ من پادشاه بودم خواهم بود. سیاهی هستیم. شرمندم گفتم. یه سری بازی ها هستش که بازنده و برنده فردی نداره. مثلا جو در حقیقت بازنده برنده داره، مگه اینکه مثلا با یه سری جمعی بازی کنیم که بخوایم به یه اهدافیتون برسین و اونجا برنده شاهد داشته باشه. بازی وقت سرگرمی نیست. تو من بازی برام یه تمرین برد و باخته. خیلی جالبه. آخه من همیشه اینطوریم، من بازی میکنم تا یاد بگیرم بازی رو، اونو با زندگی یکسان میکنم و حالا میدونم توی زندگی آدم ها چجوری عمل کنن چی میشه. من اینطوری نگاه میکنم همیشه بازی رو. من یه چیز دیگه ای که میخواستم در موردش حرف بزنم بازیایی که بهش میگیم بازی رول پلیینگ. مثلا خاله بازی میره تو قالب D&D و اونجاست که تو میفهمی رول پلیینگ چقدر بازی مفرح آموزش دهنده زندگی توش میکنی. یکی از نوعهای بازی که خیلی ما کم تجربهش کردیم چیزهایی رو میده بیرون که خیلی جذابه. مثلا گیم آف ترونز کلن از روی یک D&D نوشته شده، یعنی یه سری آدم جمع شدن، یک دی ام مستر، دانجن مستر، آقای مارتین اومده یه داستانی نوشته، داستانش برای یه بازیه، بعد اومده این داستان رو با دوستانش بازی کرده و یک سری نقش گرفته، یکی از کاراکترها رو گرفتن نقش گرفتن و این داستان رو روایت کردن، با همدیگه بردن جلو، هفته به هفته میرفته داستان ادامه میداده، میومده با همدیگه بازی میکردن و خودش با اینکه دی ام بوده بازی هم کرده. و چه کاراکتری بازی کرده؟ ایمپ. One word and I hit you again. تیرون لنستر. I drink and I know things. نمیتونی منو بندازی پایین. نه خودت باید بری. نه ما هر دو از سیاهی هستیم. خداحافظ برادر.
فقط یک سلطان توی این دنیا وجود داره، کسی که سیاهی را میبله، و شما میدونید اون سلطان کیه. خوبه؟ موضع پلاک هفته، بازنده بازی اونی نیستش که نتیجه بازی رو میبازه، بازنده اونه که زود از سر میز پا میشه. برای همینه که اینجا پلاک هفته ده و ما اومدیم که جر بدیم.